با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و هشتم از ماه اپریل. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما دوستان بزرگوار هستم و در باب مغالطه ها صحبت میکنیم. امروز در باب مغلطه شهید. آقا شهید، این خیلی لغت پرزوری است در اسلام، مسیحیت و ادیان دیگر. در مملکت ما امروز دکان و بازاری است در واقع. شهید یعنی کسی که در مملکت ما فرستادن او رو به میدان جنگ، جانش رو از دست داده و بعد این داستان عرض میکنم که جنگ بدر شده است. این داستان شهید یعنی در جنگ بدر هم یک عده حضور داشتن از مسلمانان. اونهایی که زنده موندن تا آخر عمر خودشون و بچه هاشون دو برابر و سه برابر پول می گرفتن برای که محکم بچسبن به اسلام، قدر اسلام رو بدانن. این داستان عرض می کنم که جنگ ایران و عراق، این داستان شهید پروری که اساسا حالا این شهید پروری داستان در واقع دکان آخوند از شهادت حسین هست که گرم و داغ هست. حالا ما تعریف هایم از شهید خدمتون خواهیم کرد. شهید خیلی عجیب هست که در یونانیش که به انگلیسی آمده است و همین لغت عربیش داره یک معنی است، یعنی ویتنس، یعنی کسی که حاضر گواه هست. در معنی لغت یعنی کسی که در راه دین جانش از دست میده، در راه دین جانش از دست میدهد، یا اینکه در واقع در راه نفی یک عقیده جان خودش را از دست میدهد. یعنی فرض کنید که یک مسیحی رو بیارن مسلمان کنن، هر چه بکنن او اسلام رو نپذیرد و او رو بکشن، این شهید است. یکی هم هست که در راه گسترش آیین مسیح بیاد و جنگ بکنن. در واقع در این طول این جنگ های صلیبی که هزاران مسلمان، هزاران مسیحی کشته شد، فرض کنید یه خانواده مسیحی یک کسش کشته شده بود، میگفتن چه؟ میگفت آقا در جنگ با کفار بیابانی کشته شد. به اینا میگفتن محمدن ساراسنز، یعنی محمد پرستان بیابانی. اونا به این مسلمان ها میگفتن، اینا به اونا میگفتن کفار نصارا، یعنی کفار مسیحی. اینا میگفتن به کشتگان شهید، اینا میگفتن به کشتگان شهید. این لغت در واقع از در واقع در روزگار سیاست مدرن و آدم مدرن این لغت رفته رفته از زبان بیرون رفته. در روزگار تسلط دین و مسیحیت اینا مرتب این لغت مارتر، در واقع لحجه در واقع تلفظ آمریکایش مردر، یعنی تیر رو تلفظ نمی کنه، تکیه بر تی نداره، اما در زبان انگلیسی بریتیش انگلیش مارتر، تیش خوب تلفظ میشه به معنای شهید. شهید، بله، شهید در راه خدا. از کردم اینا به اونا میگفتن ما شهید، اونا کفار، اینا کفار هم، اونا شهید هستن و هر دوستو شهید داشتن. مثلا در تاریخ اسلام در اسپانیا یک لیست بلندی از شهدای مسیحی هست، به جهت اینکه این مسیحی ها بسیار بدشان می آمد از این داستان اسلام و اینها. در اسپانیا مملکت اینا رو هم گرفته بودن، بخشای جنوبیش و اینها، یک کسی می آمد یه چیزی می گفت به پیغمبر اسلام یا به قرآن و اینا، اینا می بردن پیش قاضی اسلام. قاضی دلش نمی خواست اینا رو بکشن به جهت اینکه مملکت اونها بود، سر و صدا می شد، ایجاد نفرت می کرد. میگفت آقا به این حرجی نیست، این دیوانه است، مرخصش کنید بره. میگفت نه، دیوانه تو هستی، من دیوانه نیستم، این پیغمبر شما چنین بوده، دین شما چنین است. میگفت ببینید دیوانه است. میگفت آقا دیوانه خودتی، من دیوانه نیستم، من کاملا آمدم شهید بشم. و اینا رو میکشتن اجبارا دیگه، در آخر کار که دیگه نمیشه اینا رو میکشتن. اینا میرفت جز لیست شهدای مسیحی، میرفت جز لیست شهدای مسیحی. و این داستان داستان واقعا درازی است. در این کتاب های لغت عرض میکنم که فارسی همواره گفتند که کسی که در راه خدا جا میشه کشته در راه خدا. فقط قیاس اللغات هست که دیدم یه عقلی داشته، میگوید کشته بیگناه، کشته بیگناه، این خیلی معنی دارد. کسی که بدون گناه کشته بشود، نه کسی که شمشیر بکشه. کسی که شمشیر بکشه بره به میدان جنگ یه در بکشه بکشنش که شهید نیست که، بابا جان که رفته کشته شده. بنابراین از ملزومات شهادت بیگناهی است در معنی اخص کلمه. و اینکه یک کسی بیاید برای
قضایای جهانی مربوط به انسان اقدام بکند، نه برای دین اسلام و دین مسیح و نمیدونم دی فلان دین و اینها بعد کشته بگن شهید شد. بنابراین اگر بخوایم این شهید رو به درستی واقعا معنیش رو پیدا کنیم و اینها، تعداد شهدا خیلی اندک خواهند شد. تا اونجا که به اسلام مربوط است، این واژه شهید در قرآن هم بسیار تکرار شده و اینها، و خمینی میگفت شهید به وجه الله نگاه میکند. در واقع این لغت شهید به هم برمیگرده به معنی در واقع گواه بودن و شاهد بودن. اینها حالا یک مستشرقی آمده است در باب یکی از جنگهای ایرانی که مربوط است به روزگار ترکان، میگوید 40,000 نفر در اونجا کشته شدند. قزوینی به تقی‌زاده مینویسه این مرد سواد نداشته، میگوید اینها شاهد بودند به جنگ، یعنی میدیدند میدان جنگ رو، حضور داشتند، نه اینکه کشته شده بودند. تا اونجایی که به عرض کنم که اسلام عزیز مربوط هست و آدماش و اینها، اولین شهید بزرگ حمزه است، سید الشهدا حمزه است. من فکر میکنم بین اهل تسنن هم شما سوال کنید، گمان میکنم عقیده اونها هم بر این است. این حمزه مرد بزرگی بود، انسان با غیرتمندی بود، مردی مردانه بود، به قول طبری عموی پیغمبر بود و تیرانداز بود مثل سعد بن ابی وقاص. اینها طبری میگوید مردی مردانه بود. اینها میرفت شکار، کمونشو بر میداشت و میرفت شکار، و در حوزه همون مکه اینها. یک روز برگشت، دید که یک خانمی اونجا شکایت میکنه، میگوید پسر عموی تو رو ابو جهل زده، کتک زده. و دید که بله، گویا پیغمبرم اونجا نالوزاری میکرد که این ابو جهل منو زد و اینا، و آرزوش این بود که حمزه مسلمان بشه. بعد میره با این کمانش، با زاغ کمان میزنه تو سر ابو جهل که خون جاری میشه و از غیرت مسلمان میشه. میگه بذارم اون، ناراحت نباش، تو دلت میخواد من مسلمان میشم. و بعد از ما در واقع از مهاجرین بود حمزه، حمزه ابن عبدالمطلب، برادر ابو طالب، برادر عباس و اینها. و در جنگ احد که یک جنگ دفاعی بوده، دو جنگ مسلمانان جنگشون دفاعی بوده، دفاعی که البته شر از مسلمانان بود، اونا هم آمدن انتقام بگیرن، انتقام جنگ بعد احد بوده. در جنگ احد هر شبت که یک غلامی بود سیاه، وحشی میگوین، نواسی وحشی تلفظش این گونه است، اینا معمولا میگفتن اگر شما فلان کس رو بکشی در جنگ ما تو رو آزاد بکنیم. هندم زن ابو سفیان میگوید من همه زینتالات خودم رو به تو میدم اگر تو یکی از این عموهای پیغمبر رو بکشی، که یکی از اینها عباس بود در اون میدان، یکیش هم حمزه بود. و سالها بعد دو تن نقل کردن که ما رفتیم و این غلام که آزاد شده بود و اینها، دو نفر آدم مهم رو کشته بود، یکی حمزه بود، یکی هم مسیلمه، که اصطلاحا مسلمان ها مسیلمه کذاب گفتن. خب این بچسبا رو میزد، میگوید رفتیم پیشش گفتیم چه شد، گفت که حمزه در حال جنگ بود با یک کسی از مخالفین، میگفت بگیر از دست من ای پسر زنی که زنان ختنه میکرد. پیداست که کار پستی بوده این ختنه کردن زنان، تا رسول اکرم این رو در واقع مشروعیت داده. بگیر از دست من ای فرزند زنی که زنان ختنه میکند یا میکرد و اینا. میگوید اونو زد کش، منم پشت سنگ حربه رو رها کردم، یک نیزه کوتاه فولادین داشته، زده و حمزه رو کشته. حمزه شد سید الشهدا در اسلام، که میگویند که روایت متواتر هست که پیغمبر اسلام آمد و تکبیر میکرد بر کشتگان، بالا سر حمزه که رسید 70 تکبیر کرد و قسم خورد که من 70 نفر از اینها رو مسلم میکنم، یعنی از مخالفین رو گوش بینی میبرم و شکم پاره میکنم، بعد پشیمون شد حرفش عوض کرد. بمانند این اولین شهید بزرگ اسلام است، حمزه، حمزه ابن عبدالمطلب. بعد که داستان شیعه به میان افتاد و اینا، این حسین رو کردن حضرت امام حسین سید الشهدا، در حالی که سید الشهدا اون حمزه است. و در واقع واژه شهید هم به او بیشتر میزیبد، به خاطر اول در یک جنگ دفاعی شرکت کرده بود و از روی وفا و صفا آمده بود و مسلمان شده بود. حالا بماند، و بعد هم این داستان شهید در اسلام که شما میدانید که اینا، و خداوند میفرماید که ما از شما رو
جان و مالتون و هستیتون رو گرفتیم از شما و به شما بهشت دادیم، بنابراین شما هیچ وظیفه‌ای ندارید در این زندگی جز بروید و جدال بکنید و قتال بکنید و کشته بشه در راه خدا، و کسی هم که کشته بشه در راه خدا پیش خدا رزقشو میخوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. همه چیز اسلام به قدرت مربوطه و مالکیت. شما ببینید اینجا میگه خدا مالک شماست، بعد میگه که فکر نکنید اینایی که در راه خدا کشته شدن مردن، نه اینا پیش خدا رزقشونو میخورن. باز اون شهیدی چیزی داره گیرش میاد. یعنی شما هر به هر جای اسلام دست بذارید شما در واقع عنصر قدرت و مالکیت رو میبینید. انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خدا هستیم. باز اینجا مالکیت خداست. از بام تا شام هم که هی نماز میخونی و به زمین سر میسایی، اینا در اظهار عبودیت هست در مقابل خدا و قدرت و اظهار بدبختی و در واقع انکسار و بیچارگی در مقابل قدرت خدا و مالکیت خدا. بنابراین کلن میخوام خدمت شما عرض کنم هیچ عمق انسانی این اسلام نداره، من ندیدم. یعنی معنویتی که فرض کنید در تعلیمات مسیح هست یا بودا هست و اینا در این خبری نیست. همش برمیگرده به سیطره و تسلط و مالکیت. هر کجا شما دست بگذارین این دو عنصر رو مشاهده میکنید. میرید به جنگ جهاد میکنید که خدا به شما بهش بده، یه چیزی میخوای بگیری، یه چیزی گیرش میاد. شهید کسی که در راه خدا مجاهدت میکنه، حوری گیرش میاد، عسل گیرش میاد، اون عسل پلید و اون شیر بوگندوی نمیدونم چه چیز زیر اون درخت، توجه فرمودید؟ بنابراین همش برمیگرده به مالکیت. این داستان شهید هم همینه. شما شهید میشید در راه خدا، یه چیزی گیرت میاد. در موضوع انسانیت مطلقاً و ابداً مطرح نیست. اینها برای درکان حفظ بیزه اسلام و گسترش جهان هم دارالحرب دیگه، به هر صورت یا دارالاسلامه یا دارالحرب. در دارالاسلام خود زدیم و کتک زدیم و گرفتیم و اینا و داریم باجار میگیریم و همه مسلمانیم، اونا هم که نیستن بکشیم ببین. اینه که اساساً دیپلماسی در اسلام معنی نمیده. دیپلماسی زمانی معنی میده که شما اول دیگری رو آدم حساب بکنی، نجس حساب نکنی، بنشینی باش صحبت کنی روی یا روی، در واقع برای حفظ منافع طرفین، احترام متقابل. این است که فکر نمی‌کنم هیچ مسلمانی با غیر مسلمانی با حسن نیت نشسته باشه در تاریخ و بخواهد که مشکلی رو حل کنه. همش در اندیشه تجاوزه، همش در فکر تسلطه، همش در اندیشه نفی دیگری هست. ما بهتر، ما الحمدلله مسلمانان پاکیزه هستیم، اینا نجسن، اینا ارمنیان نجسن، یهودیای نجس، مسیحیای نجس، زرتشتیای آتش پرست، هندیهای نمیدونم حربی، کفار بت پرست، اینجوری بوده داستان. بنابراین این داستان شهید شدن در راه خدا که بکشته بشی و حقت بخوری و حوری گیرت بیاد به حرفا، این از اساس اسلامه. جهاد، جهاد. حالا برگردیم به معنی عرض می شود که حالا داستان حسین رو گفتم شهید. آدم های خیلی معتبرتر بودن، آدم های خیلی بزرگتر بودن در همین تاریخ اسلام که کشته شدن، مثل زید و یحیی بن زید. اینا بسیار بسیار دلاورتر از حسین بودن و بسیار استوارتر بودن. حالا این حسین علم شده است، اونم یه داستان جداگانه دارد، بماند شاید دکان اینها. عباس رو میشود شهید به حساب آورد با همون معیارهای یکم پایین‌تر، چون عباس که چیزی گیرش نمیومد، خاطر حس وفاداریش به برادرش و دلاوریش ایستاده و کشته شده، و اون بقیه اون بچهای بدبخت مظلوم که اونجا معلوم نبود برای چی اینا رو برد بکشتن داد حضرت امام حسین علیه السلام. آقا شما میخوای خلیفه بشی، آقا خود برو بکشتن بدیدی. این عیب رو برای هیچ کس نگرفته که آقا بچه های 6 ساله 7 ساله 12 ساله رو برای چی بردی به کشتن دادی. اینا هم چیزهاییست که واقعا بایستی که یه نقد درست حسابی به این داستان حسین که در واقع بخشی از بودجه‌های مملکت ما و زمان و کار و کوشش و توسعه در کشور ما صرف قصه حسین شده است، آدم هایی بایستی پیدا بشن یه حرفا رو بزنن که آقا این داستانش چه بود واقعا.
خب برگردیم سر موضوع شهید و شهادت. هر سبت که قدیم ترین شهید به معنی واقعی به گمان بنده خدمت شما هستم، یک بارم 7 سال یا 8 سال پیش به موضوع شهر کردم، سقراط شهید واقعی است، به جهت اینکه سقراط در واقع در راه اعتلای اخلاق سخن میگفت. قضایای سقراط، دغدغه سقراط یک دغدغه جهانی اخلاق انسانی بود، برای حکومت پدرش نرفته بود. و مهمتر از همه اون که زمانی که سقراط در زندان بود و شاگردان او به او پیشنهاد گریز دادن، میدونید که در اون روزگار هم ده ها بلکه صد ها جزیره بود در مدیترانه، هر کس هم یه حاکمی داشت. اگر سقراط از اون یعنی مینلند یونان فرار میکرد، میره به جزیره دیگه آزاد بود. وقتی که محکومش کردن در دادگاه در واقع دموکراتیک یونان که شما جوانها رو فاسد کردی و حرفهای میزنی که به خدایان برخورده است و خدایان رو توهین کردی و چنین کردی و چنان کردی، از خودش دفاع کرد. این محاکمه سقراط در این دیالوگ هایی که در جمهوریت هست به زیبایی تمام آمده که حالا بنده واردش نمیشم چون میخوام رابط شهادت رو، و بعد او رو محکوم میکنن. روگردان شدن افلاطون و ارسطو از دموکراسی تا حد زیادی همین ماجرای اعدام سقراط کبیر بوده است. سقراط حکیم یونان آمدن و از سبت که محکومش کردن و جام شوکران فرستادن، جام زهری فرستادن که او بخورد و کشته بشود در واقع. و دوستان گفتن آقا ما من فرار نمی کنم، سقراط فرار نمی کنه و جام شوکران رو سکر. یک تابلو زیبا هست، یک نقاش فرانسوی از سقراط، لطفا مرگ سقراط رو نشون بدید. خیلی خیلی شجاعت سقراط رو در لحظات پایانی زندگیش نشان داده، در کمال شجاعت در یک دست جام شوکران و با دست دیگر مثلی که داره موعظه‌ای میکند و نصیحت میکنه. سفر جان دست سقراط رو لطفا نشون بدید. بله، این تصویر سقراط و جام شوکران خیلی خیلی بله. ببینید اینجا سقراط داره جام شوکران رو میگیره در زندان، در حالی که بعض شاگردان گریه میکنن و گمان من این هست که اون شخصیتی که در سمت چپ نشسته پشت به تخت داره، این از همون مذهبیونیست که یا قضاتیست که مأمور قتله یعنی جام شوکران رو او آورده، به نظر چنین میاد. حالا باید تفسیر این تابلو رو ما ببینیم. سقراط رو در وسط تابلو نقاش، یعنی در واقع مرکز ثقل این تابلو، شما تا نگاه کنید چهره سقراط رو میبینید. بعد رفته رفته نگاه شما متوجه جام میشود و کسی که جام رو به سقراط داره میده با انزجار تمام و اون کسان دیگر. اما دلیری سقراط و بزرگواریش رو و دلاوریش رو هنگام مرگ اینجا داره نشان میده. سقراط بعد جام شوکران رو سر کشید و به تفصیلی که در واقع به تفصیل افلاطون بیان کرده که چگونه رفته رفته پاهاش بیهست شد و رفته رفته مرگ بر سقراط بزرگ غالب شد در اون زندان یونان. آره، سقراط یک شهید واقعی است، به خاطری که برای اون پرنسیپ هایی که او به اون اعتقاد داشت ایستادگی کرد و در حالی که شانس فرار داشت فرار نکرد. اینو میگن شهید. شهید دیگری که ما میشناسیم، یعنی بنده میشناسم، حالا شما رو نمیدونم، مسیحه. لطفا عیسی مسیح رو دیگه همه میشناسیم که در عرض کنم که روی صلیب، این مشهورترین تصویر جهان مسیحیت، یکی از مشهورترین تصاویر جهان عیسی مصلوب هست. این دیگه چیز نداره، چون مسیح هم در یک دوره به دنیا آمده بود و در یک جایی زندگی میکرد که مثل این که فساد و نفاق زیاد بود. مسیح به عنوان یک پزشکی که برای التیام زخمهای جامعه آمده است بوده است و تعلیماتی که او داده است، چون از یک سو ما میدانیم که اونجا در واقع محل تسلط ارتش روم بود و از یک سو یهودیان بسیار 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 متعصب، زیلهای یهودی، یه آدمای مثل مشکینی خودمان و جنتی و اینها
که با کوچکترین حرفی عرض میکنم سنگسار میکردن و دستورات شاق دین میدادن و خیلی خیلی قشتی شده بودن. این است که عیسی مسیح آمده است و نفی کرده این تشکیل. آدم انقلابی بوده در واقع، ولی انقلابش در اخلاق انسانی بوده. عیسی مسیح، love your enemy، دشمنت رو دوست بدار. اگر کسی سیلی به صورت زد، این خیلی مشهور است از اون سو. و تعلیمات مسیح رو این چهار شاگرد رو که همه میشناسیم اینها یادداشت کردن و بعد به خاطر عقیده عیسی مسیح جان خودش رو از دست داد. در واقع بزرگترین شهید جهان مسیحیت در تاریخ دراز مدت اروپا عیسی مسیح رو میشناسند و میگویند که او گناهان ما رو هم پاک کرد با زجری که بر روی صلیب کشید. بله، و بعد این موضوع هنر شد در اروپا، به خصوص قبل از رنسانس، بعد از رنسانس. این موضوع عیسی کودکیش در آغوش مادر، مجسمه‌اش به عنوان پیتا مشهور هست از در واقع میکلانج و دیگران همواره هست، و کودکیش باز در آغوش مادر میم خیلی کوچکتر هست و اینا، و بعد بر صلیب عیسی مسیح از شهدای بزرگ تاریخ، شهدای به حق تاریخ هست، چون نه خشونت کرد، نه شمشیر کشید، نه خشمگین شد، نه کسی رو آزرد، نه مال کسی رو خورد، نه به زن کسی عرض بکنم که دست رازی کرد، هرگز این کارا رو نکرد. اونقدر لطیف بوده روحی مسیح که یک بار خشمگین شده، اون هم در یک جای کلیسایی که اولین کلیسایی که ساخته بود، یک چند صراف یهودی آمده بودن و داشتن معامله میکردن، سر و صدا هم میکردن، شلاق رو تکان داده نه کسی رو بزنه، که از اینجا بیرون بروید، اینجا خانه خداست، اینجا جای کسب و کار و در واقع صرافی نیست. بنابراین اون چه در باب مسیح گزارش کردن به لحاظ اخلاقی بسیار والاست، بسیار بسیار در واقع در یک معیار جهانی است، اخلاق یونیورسال است. وقتی میگویید که آقا دشمنت رو دوست بدار، این خیلی خیلی سخن بزرگی است و بر بخشش و نیکویی است، تعلیمات عیسی مسیح. اجازه بدید که سپر جان یک موسیقی لطفاً پیدا کنید پخش کنیم و بعد من از متن شاهنامه شهید بزرگ تاریخ ایران که حداقل در میتولوژی ما بوده و در واقع محبت او رو مردم به حسین انداختن، یعنی سیاوخش، چند بیت هم از شاهنامه میخوانم. بزرگواری های سیاوش را که زمانی که فرصت خشونت داشت و جنگ داشت جنگ نکرد و تن به مرد داد. سیاوخش پسر کاووس و پدر کیخسرو و فرود. تا چند لحظه دیگر، با درود بر شما. صدای زیبای محمد نوری بود که پخش شد. خدمت شما عرض کنم که ایرانیان شهید بزرگ رو سیاوخش می دانستن، سیاوش، سیاووش، سیاووش، با در واقع ما با املاهای مختلف داریم. این نیست که هموار سیاوخش باشد و ما کتاب رو تخریب کنیم که بگوییم که فردوسی یک فرم بیشتر به کار نمی برده. نه، این تصور بسیار بسیار غلط و خطایی است، متناسب با در واقع سخن و وزن. گاه سیاووش گفته است، گاه سیاوش گفته است و سیاوخش. خب سیاوش بزرگترین شهید تاریخ ایران هست، به وجهی که در واقع بخشی از سال رو ایرانیان میگریستن بر سوک سیاوش. بزرگترین در واقع مراسم عزاداری همین سوک سیاوش بوده، جاش خالی شده بعد از اینکه این برادران آمدن به مملکت ما، این ساراسنه ها آمدن و این مدنیت رو تخریب کردن و اینها، یک وکیوم بزرگ در روح ایرانیان باقی مون از این داستان سوک سیاوش تا که سر کله حضرت امام حسین پیدا شد، جاشو پر کرد الحمدلله، خدا رو شکر. حالا اینجا در این بخش از کتاب مستطاب شاهنامه، اونجایی که چون میدونید از ابتدا تا انتها آدم بیگناهیست، innocent به قول انگلیسی زبان ها، بیگناهیست، و این شاهزاده بیگناه و معصوم رو یک اتهام بزرگ، پدرزنش سودابه که در واقع سوداوه است، سوداوه، سوزاوه،
نوشتن. حالا اون دالوزال هم یه قاعده دارد، بماند در متون خیلی قدیم سوداوه، سوزاوه است که در بطه سوداوه، بعد در صورت شده سودابه در شاهنامه جدیدتر سودابه، ولی در از سوداوه است، دختر پادشاه هاماوران. وقتی که کیکاووس بعد از ماجرای مازندران عرض می کنم که به هاماوران حمله کرد، در اونجا گرفتار شد و سوداوه که عاشق کاووس بود در کنار او در زندان ماند و به او خدمت کرد تا رستم آمد و کاووس کی و پهلوانان ایران رو نجات داد. باری سیاوش فرزند کاووس هست، سوداوه نامادریش هست و به او اتهام میزنه عاشق سیاوش شده. داستان مفصلی، سه بار به شبستان رفته به دعوت او و دستور کاووس و بعد اتهام زده است که بله به من دست اندازی کرد و چنین چنان. شباهت تام دارد با داستان یوسف در ادبیات سماتیک، در واقع ادبیات اون سوی قضیه. و بعد برای این که ثابت بکند بیگناه است، دستور میدهد کاووس که تلی از آتش بسازند و سیاووش، سیاوش سوار اسب سیاه با لباس سپید آماده میشه، با لبی خندان از آتش عبور میکنه. پراندیشه شد شاه کاووس کی ز فرزند و سودابه شوم پی. از این دو یکی گر شود نابکار، از این پس که خواند مرا شهریار. میگه هر کدوم از اینا که این اتهام بشه ثابت بشه، دیگه حیثیت پادشاهی من از میان میرود. باری بعد آمدن، بله به دستور فرمود تا ساروان هیون آورد از دشت صد کاروان. هیون یعنی شترهای بزرگ تندرو. بله هیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهر ایران بدیدن شدند. به صد کاروان اشتر سرخ موی همی هیزم آورد پرخاش جوی. خب بعد اینجا داستان خیلی خیلی مفصل است. بعد سیاوش میاد، بله گذر بود چندان که میگوید نهادند بردشت هیزم دو کوه جهانی نظاره بروبر. گروه گذر بود چندان که جنگی سوار میانش برفتی به تنگی سوار. پس اونگاه فرمود پرمایه شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. نفت هم که میدونید از قدیم شناخته بوده، نفت سیاه. بله میفرماید نخستین دمیدن سیاه شد ز دود، زبانه برآمد پس دود زود. زبانه برآمد یعنی یه مدتی دود میکرد بعد ناگه زبانه کشید آتش. زبانه برآمد پس دود زود، به سرعت آتش گرفت. سراسر همه دشت بریان شدند، بدون چهره خندانش گریان شدند. چهره خندان سیاوش که ابدا نمی ترسید، آماده شده بود. بله هوشیوار با جامه های سپید، لبی پر ز خنده دلی پر امید. یکی باره برنشسته سیاه، همه گرد نعلش برآمد به ما. پراکند کافور برخیشتن، چنان چون بود ساز و رسم کفن. معلوم میکنه که به مردگان کافور میپراکندن، چنان چون بود ساز و رسم کفن. بله بدونگه که شد پیش کاووس باز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. رخ شاه کاووس پر شرم شد، سخن گفتنش با پسر نرم شد. این محبت پدری اونجا دیگه اندکی
گل کرد. رخ شاه کاووس پرشرم شد، سخن گفتنش با پسر نرم شد. سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از اینسان بود گردش روزگار. سری پر ز شرم و تباهی مراست، اگر بیگناهم رهایی مراست. وریدون که از این کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. به نیروی یزدان نیکی دهش، از این کوه آتش نیاوم تپش. سیاوش بیامد با آتش فراز، همی گفت ای داور بی‌نیاز. مرا ده بدین کوه آتش گذر، رها کن تنم را ز شرم پدر. چوز این گونه بسیار زاری نمود، سیه را برانگیخت بر سان دود. خروشی برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از آن کار بهر. از آن دشت سودابه آوا شنید، از ایوان به بام آمد آتش بدید. همی خواست کو را بد آید بروی، همی بود جوشان و با گفتگوی. سودابه دروغگو هم آمده بود روی پشت بام می جوشید. خیلی آرزو می کرد که این سیاوش بسوزه، که این تهمتی که بسه انتقامش رو بگیره از او، به خاطری که بخواسته او جواب نداده بود. بعد ابیات درخشان فردوسیست بعد از اینکه از آتش بیرون اومده خدمتون چند بیت می خونم. خب جهانی نهاده به کاووس چشم. همه به کاووس نگاه میکردن که چگونه به چنین کاری تن در داده. زبان پر ز دشنام و لب پر ز خشم. سیاوش سیه را به آتش بتاخت، تو گویی که اسبش به آتش بساخت. ز هر سو زبانه همی بردمید، کسی خود و اسب و سیاوش ندید. پنهان شد در توده آتش، هم از هر دو زبانه میکشید، کسی خود و اسب و سیاوش ناپدید شد، کاملا ناپدید شد. بله، یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او ز آتش کی آید برون. ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده و رخ همچو ورد. چو او را بدیدند برخاست قو، که آمد برون ز آتش آن شاه نو. چنان آمد اسب و قبا و سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. اون چنان پاکیزه آمد بیرون از آتش که پنداری به جای آتش دسته گل در آغوش گرفته بود، تو گفتی سمن داشت اندر کنار. خب این دلیل بر در واقع بیگناهی سیاوش محسوب شده است اینجا. بله، اگر آب بودی نمی تر شدی، ز تری همه جامه بیبر شدی. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. خیلی خوب، اینجا در واقع میتولوژی ایرانی است. این آزمون بزرگ بیگناهی سیاوش هست. و بعد هم که بیرون آمده، کابوس خشم گرفته که ببرید و سودابه رو بکشید، به دار بکشید، چنین چنان کنید. سیاوش باز اینجا خواسته که جانش رو ببخشید، اما سودابه دست بردار نبود. بعد ماجرا رفتن سیاوش از به جنگ و بعد رفتن به توران زمین و اون داستان بلندی که در نزدیک بیشتر از 3000 بیت منظومه سیاوش، یکی از طولانی ترین منظومه های کل شاهنامه است. منظومه کاموس، انوشیروان و سیاوش اینا از بلندترین هستند، بلندترین منظومه هاست. باری اون لطفا اون پیتا رو نشون بدید عزیزم.
توضیح هم من بدم اونجا. بیشترین هنر، بله ملاحظه فرمایید، اینو پیتا مشهور هست، اثر میکلانج هست، یک تصویری هست از مسیحی که در واقع مصلوب شده، که البته هرگز این اتفاق نیفتاد که در واقع مریم کشته مسیح رو در آغوش بگیره، اما یه تصویری از مرمر که میکلانج هنرمند بزرگ عصر رنسانس به دست داده و بی‌نظیر هست، یکی از کارهای بی‌نظیر مایکلانجلو بر روی داستان عیسی مسیح. بسیار خوب، حالا برمیگردیم به داستان سیاوش. بعد اونجا هم که جنگ درگیر میشه، سیاوش جنگ نمیکنه مطلقاً و ابداً، دست به شمشیر نمیبره. این که قیاس و لغات میگوید کشته بیگناه، سیاوش کاملاً معصوم و بیگناه از این جهان رفته و خونش ریخته شده و خاطرش هم هرگز نزد ایرانیان فراموش نشده است. بنابراین تا اینجا ما سه شهید واقعی داریم، که البته داستان سیاوش یک میتولوژی است، اصل قصه معلوم چی است، اما ساختار داستان یک بیگناه و معصوم رو واقعا، یک شهید واقعی رو نشان میده. عرض کردم میتولوژی از تاریخ خیلی خیلی مهمتره، چون تاریخ رو تاریخ نویس نوشته است، میتولوژی رو کل ملت ساخته. این است که میتولوژی رو، اسطوره ها رو، حماسه ها رو عرض کنم که سرسری نگیریم، خیلی خیلی مهم هستن. بعد در تاریخ ما به گمان من تا اونجایی که به ایران مربوط است رو بزرگان ایران اینها، اسلام که تشریف آوردن، ما عبدالله ابن مقفع رو داریم. ابن مقفع مرد بزرگی که بر سر عقیدش جان نهاد، بسیار هم جوان بود. در عرب میگوین هیچ کس در واقع بلاغت عبدالله ابن مقفع رو در تحریر زبان عربی نداشته، و این مرد بزرگ در بصره بود، برای یوسف نامی نویسندگی میکرد که این خیشی داشت با ابو جعفر منصور دوانیقی خلیفه دوم، و عرض میشود که پسر عمویی که او داشت و ابو مسلم با این پسر عمو عبدالله ابن علی اگه خطا نکنم جنگ کرد، و این آمد پیش این پسر عمو و زنهار خواست از منصور. اینم نوشت آقا اینو ببخش دیگه، جنگم تمام شده و اینا، شفاهش هم که ابو مسلم شکست داده، و گفت هرچه بنویسن من یک بهانه‌ای می پیدا میکنم و این رو میکشم، یا لااقل فکرش این بود. ابن مقفع یک اماننامه‌ای تنظیم کرد و نوشت با توانایی که در قلم داشت، هرچه منصور نگاه کرد که از یک جایی این یک روزی بتواند ایراد بگیرد، به دست نیامد. برابر داستان بسیار بسیار خشمگین شد، گفت این چه کسی نوشته؟ گفتن این از موالیست و این اصلا مسلمان هم نیست و این پنهانی کافر است و اینها، گفت اینو باید بکشن. اون یوسف هم دشمنی داشت، اون رو تحقیر میکرد، از شعوبیان خیلی 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 در واقع بزرگ بود در کار برکشیدن ایرانیان و تفضیل ایرانیان، ید طولایی داشت، آثار ایرانی در جامعه میکرد، چنین و چنان دل اعراب پر بود از او، و آمدن و هر شبت که تنوری رو برف روختن و زنده زنده این دانشمند بزرگ ایرانی رو، قطعات بدنش رو میبریدن و در تنور میانداختن. ابن مقفع هم از شهدای بزرگ تاریخ هست. اینقدر هست که ما ایرانیان ماشاءالله از بس همه ما بعد، نه تنها ما ایرانیان، معمولا آدم ها این گونه هستن، یه چیزی باید به اونا داد. فرض فرمانی کسی ریش انبوهی بگذاره و یک مقدار حرکات عجیب بکنه، یه مقدار عربی هم بگذارم، آقا من شما رو به بهشت میبرم، مرحوم پدرم هم الان در بهشته، من به شما قول میدم وقتی شما مردید پدرم دست شما رو میبره به بهشت، زندگیش رو میفروشی میاره میره بهید. این طمع ما رو بیچاره کرده، طمع انسان رو بیچاره کرده. در واقع این فیلسوفای قرن 17 هم بیشتر تکیهشون بر ترس بود، ترس. اونجا که در تحلیل دین سخن میگفتن، آدم مثل اسپینوزا
اسپینوزا بر این بود که آدمای اولیه بسیار بسیار ضعیف و نحیف بودند در مقابل نیروهای طبیعت، هیچ کم نمی‌فهمیدن که دلیل پدیده‌های طبیعت چیست، همش در خوف زندگی می‌کردن. به معنی که یه آدم دینی پیدا شد که آقا من از اون بالا اومدم و عرض می‌شود که شما رو پشتیبانی می‌کنم و چنین و چنان هست، یه مش دروغ و خرافات سرهم کرد، اینا پناهنده شدن به دین برای که یک سکیوریتی به دست بیارن، حس امنیت بکنن در پناه دین. مرگشون هم از بین میرفت دیگه، دینه اومد گفت آقا من شما رو میبرم اینجا میمیری میری مرحله بالاتر. از این دکانهای جدیدم باز کردن در ایران و در آمریکا هم شعباتش باز شده، آقا شما میری میری مرحله بالاتر، بشر یه پولی به من بدی کلاسای من بیای، من در به شما یاد میدم چگونه بری مرحله بالاتر. یکی نیست بپرسه آقا تو از کجا اومدی، از کجا میدانی، دلیل تو چی هست، همش مغلطه میکنه. این حقبازان جدید میرن یه مقداری این در واقع ترمینولوژی های جدید هم یاد میگیرن، ترمینولوژی مربوط به ترمینولوژی مربوط به کیمستری و ساختمان اتم و عرض میشود که الکترون و پروتون و نوترون و مزون و اینا را میگن میندازن ببینن حرف آقا خیلی عالم شد، این آقا دیگه میدونه، این ما رو میبره به مرحله بالاتر. آقا دلیلت چی آقا جان؟ هر کسی سخنی گفت و دلیلی برای سخنش نداشت داره مغالطه میکنه. او کسی میتواند از این سخنان بگوید که او مرحله بالاتر رو تجربه کرده باشه یا شاهدان عینیش رو دیده باشه. من شما رو به مرحله بالاتر آویزونم میشن به چی؟ به این چند عرض بکنم شعر مولانا که 3-4 بیتش در واقع خردمندانه است، یک چیز قدیمی است، در شاهنامه ابتدای شاهنامه هم هست که خلقت که شد از آب و آتش و اون 4 عنصر معروف در واقع اجرام به وجود آمدن و ابتدا در واقع ماده بود و بعد گیاهان و بعد حیوانات و بعد انسان. مولانا میاد میگوید که من شما رو میبرم به مرحله بالاتر. بله بله، گفت که از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر. اینجا مغلطه از اینجا شروع میشه، تا برآرم از ملائک پر رسد. خب این دیگه سابجکتیو دیگه، اون چه درست هست و علمی هست و منطقی هست و اینا در ابتدای شاهنامه هم هست. میگه همینا رو میگه آمد پدید، فردوسی میگه آمد پدید، نمیگه خدا خلق کرد. نام خدا رو یک جا برده که یزدان زنا چیز آفرید، بدون یعنی بدون دلیل که بدون جهت که از برای اون که توانایی آمد پدید، پتانسیل خلقت به وجود آمد، بعد یه خودش تولید شد، مرحله به مرحله به وجود آمد. که یزدان زنا چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید، بدون جهت بدان دلیل که خداوند پتانسیل خلقت رو کرد، در واقع پتانسیل خلقت به توانایی. بعد توضیح میده حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک پر و سر. این دیگه هپروته، این دیگه فقط در خانقاه معنی میده، خیلی هم زیباست، من اینو رد نمیکنم که حالا چیز بدی است، آدم ها هپروتی هستن، خیلی هم حس قشنگی است در واقع، یعنی ما که نمیتونیم 24 ساعت منطقی باشیم، این هپروتا رو آدم لازم داره، اما حقیقتی در اینا نیست، چون دلیلی بر اینا نیست. بعد یه بیتی هست بعد از این که خوندنش دچار اختلاف هستم در خوندنش، و از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیعون حالک الا وجههو، بار دیگر از ملک قربان شوم، اون چه اندر وحنایت اون شوم. خب اون چه در وحنایت رو چی رو میخوای بشی؟ وقتی که نمیدونی که در وهم تو هم نمیاد، اون چه چیزیست که میخوای بشی؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که ناولیه راجعون. خیلی خوب،
اینا چی هستن؟ اینا سخنان خیلی قشنگ صوفیانه است. اما این نیست که حسن آقا حالا میمیده فردا میره یه مرحله بالاتر، بعدش هم ملک میشه و بعدش هم میره یه جای دیگه و از اینجور داستان ها. هر کی از این حرفا زده بعد زندگیش خوب شد، به خاطر طمعی که آدم ها دارن برای که این زندگی رو ادامه بدن. مغالطه نتیجه وحشتناک به این میگن، یعنی این که این سوال را خودشون میکنن، بعد متحیر میشن که مگه میشه آقا، مگه میشه آدم بمیره و هیچی بشه؟ خب میشه، مگه چه اشکالی داره که هیچی بشه؟ مگه چیز دیگری شده؟ از همین نقطه است که کلاهبردارا پیدا شدن، همین انبیا و غیر انبیا و اینا، همش این دوتا مسئله است، یکی ترس و طمع. خودشون هم میمردن، یکی نمیگه آقا تو که این حرفا رو میزنی اینا چرا خودت میمیری؟ میگه منم بشر مثل شما هست. آگه بشر مثل من هستی که دیگه بسر این حرفا رو میزنی؟ مغالطه است اینا، اینا مغالطه است، مغالطه دینی، همش مغالطه است دین. اسپینوزا میگه به من بگید آقا حاصل همه این چیزای دین چه بوده؟ جز یه چیزهای اخلاقی که در واقع توأم با بی اخلاقی های بسیار بوده چه بوده؟ آیا انسان اینقدر عقل نداره که اخلاقی هم باشه؟ این همه دروغ و دمر و این چیزها رو قبول بکنه. دمر هم من عقیدت شنیدم، ایرانی میگن دروغ و دمر جوونا، که حالا چی بشه؟ یعنی اون چه لازمه زندگی هست که اخلاق نیک هست و قانونمندی هست و عدالت هست و نیکوکاری و خیرات و مبرات به قول قدیمی ها و دلسوزی کمپشن برای نسل انسان، اینا همه لگدکوبه این داستان شده که دین من از دین تو بهتره، من میرم به بهشت و میری جهنم. داستان سعدی رو خوندید که گفت پدر تو و سنگش بزرگ بود، نمیدونم اون سنگ نداشت اینا، گفت تا اومده پدر تو که ثروتمند بود زیر سنگ سنگین به جنبه، پدر من رفته به بهشت. خب اینا قشنگه، ولی این مغالطه است. خب عزیزان ما مغلطه است، مغلطه یعنی حقیقتا با همه زیبایی که این مغالطات دارن و بندم خیلی علاقمندم و دوست دارم بشنوم اینا، به خصوص مثنوی با یک آواز خوش آقا آدم رو به جاها میبره، چه سیر و سلوکی، چه عوالمی طی میشه در آواز خوش مثنوی، به به. اما مقصود عرض مخلص این است که در حیطه حقایق امور و خرد اینا هیچ کدوم داره معنی نیست. عالم غیب، آقا عالم غیب یعنی چه پدر جان؟ آقا عالم غیب یعنی ببینم تو چی میگی؟ عالم غیب، شما خبر از عالم غیب داری؟ اون بنده که ندارم، شما داری؟ بفهمیم در غیب بودی؟ غیب یعنی چی؟ کجاست این غیب؟ فضاست؟ آدرسی داره؟ نه، این چیزا به عقل شما نمیرسه، با عقلت نمیتونی حرفا رو بفهمی. یه آقا اگه با عقلمو نمیفهمیم با قوزک پامون میفهمیم، تنها چیزی که وسیله فهم است، وسیله ادراک و تحلیل هست. خب عقل، مگه غیر عقل چیزی هست در این یونیورس برای فهم و ادراک مطالب و مسائل؟ با عقلت نمیتونی بفهم. اون بابایی هم که اومد این چیزا رو گفته، این چیزا رو نوشته، عقلش از اطرافیانش بیشتر بوده، اونا رو گرفته سر کار گذاشته، از عقلش سود برده نه از قوزک پاش. بسیار خوب، اجازه بدید که من از سپر خواهش کنم، سلیقه‌شون هم خیلی خوب هست، سپر دوست عزیز من در اتاق فرمان، یک موسیقی دیگری برای دوستان شما پیدا کنم، برمیگردیم شاید برسیم چند شهید بزرگ دیگر هم نام ببریم، بعد برسیم به داستان خانواده شهید در ایران. این داستان یک مشکل اجتماعی شده، یعنی جاسوس بازی و فساد و نفاق در جامعه به خاطر یه آدم شجاعی که رفته جانش برای مملکت داد. تا چند دقیقه دیگه. به 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 به، صدای زیبای خانم هایده، عجب ترانه زیبایی بود. خدمت شما عرض کنم برای که سوء تفاهمی نشه بعد نیاز حرفای ما، شما گوه نفهمید که ما حالا از اون آدمای مادی هستیم 24 ساعت به علم، نه سخن من یه چیز هست دوستان،
این که ما گرفتاری سیاسی داریم آقا، ما عدالت نداریم، ما بسی همه مطالب ما بعد و طبیعه و حسین و محمد و علی و دار و دسته و دین و همه اینا رو کنار بگذاریم تا وضع مادی مملکت ما در مملکت عدالتی باشه، برای مردم تولید کار بشه، هر کسی حس امنیت بکنه، بزند که قانون پشتیبان اوست. وقتی انسان فکر کنه وارد مملکت میشه قانونی نیست، حس سرگشتگی و بیچارگی میکنه، حس عدم امنیت میکنه، قانون نیست در مملکت ما. عرض کنم از این مرحله چنانچه اروپایی ها گذر کنیم، بعد چه صفایی دارن گریه کردن برای حسین. آقا خیلی زیباست که با صدای خوش بخواند و آدم بشینه گریه بکنه، خودش خیلی با صفاست. یا سوار عرض می شود که شبا بنشینیم دور هم یک کسی با آبای خوش مثنوی بخواند، چه صفایی، چه احوالی. اینها ما شرقی هستیم، در واقع شرق محل معنویت بوده، معنویت در مملکت ما گم شده، اخلاق گم شده. نه که بنده خصومتی داشته باشم نمیدونم با نمیدونم کی، حسین و غیر ذالک و اینا، نه. اما قضایای مهم و حیاتی در جامعه ما فدای این چیزها شده. وقت خرافات بازی نیست، ما وقت نداریم برای حسین گریه کنیم، برای فاطمه گریه، برای باید خودمون گریه کنیم. به جهتی که اونا که مشوق این امور هستن خودشون داره همه چیز هستن، مردم ما چیزی ندارن. میان شما گریه کنید برای حسین، ما میخندیم بریش شما. خب از داستان شهید دور نیفتیم. عرض می شود که به نظر من ابو مسلم مروی خراسانی از شهدای بزرگی این مملکت هست، بیگناه کشته شد، به ترفند کشته شد. این سپهسالار دلیر که نامی از او هم در ایران نیست، هر گدایی از اهل کوفه و مدینه و سامره و اینا در مملکت ما قبه و بارگاه داره، ابو مسلم خراسانی پهلوان ما، سپهسالار ما، کسی که در واقع حیثیت ما رو در واقع بازسازی کرد، ما حس شخصیت و غرور کردیم، حس بزرگواری و گردن فرازی کردیم در قبضه شمشیر ابو مسلم مروی خراسان. هیچ نامی از اون نیست. آخوند مگه اجازه میده کسی غیر خودشو در واقع علاقه ذهنش چیزی پیدا بشه در من بکرد؟ شیخ شهید سهروردی از شهداست، شیخ شهید سهروردی عین القضات همدانی از شهدای بزرگ است، منصور حلاج، اینا شهدای بزرگ تاریخ مملکت ما هست. یزدگرد ساسانی، در واقع اگر شما به کتاب بزرگ شاهنامه رو از اون بیت نخست، در واقع قلم فردوسی به گونه‌ای حرکت کرده که احوال یک قدیس رو مجسم تا پایان، سخن از معصومیت و بزرگواری یزدگرد هست، چون مدنیتی بزرگ با او خاتمه یافته، مدنیتی بسیار بسیار عظیم و بزرگوار، مدنیت ساسانی. عرض می شود که چون وقت کوتاه است میخوام این رو عرض کنم که یه خمینی آمد، یک آخوند عصبانی خشن، در واقع توطئه‌گر بود این مرد، دروغ هم زیاد میگفت، آمده به ایران. پاش که رسیده باورش نمیشد، یه آخوند منزوی، آقایی که دو نفرم دور و برش بودن، اینا از نبود، از نبود آدم، از نبود آلترناتیو، از نبود احزاب، از نبود رجال سیاسی، کمان که در واقع به کرات و مرات دیگران گفتم و بنده عرض کردم، این آقا وارد شد یک مرتبه، دید آقا محمد وارد چیز شده، مدینه شده، 45 نفر داشته، به مکه برگشته، بالاخره به زور این قریش پیشوازش رفتن از ترس اینا که نکشنشون، دید این آقا اومده ایران، آقای بابا چه خبره؟ گفت نه، دنیا رو ما بایستی اسلامی کنیم، اصلا ایران فراموش کن، منتظری نوشته، اصلا فکر ایران نبود. اول کاری که میکنیم انقلاب صادر میکنیم به عراق،
به یاد دارین که 5-6 تا آخوند معلوم که آخوند شیعه پیغام داد که برادران عراقی ما بپیوندن به اینا، این رژیم صدام حسین تکتیتی رو ما سرنگون کنیم. خیلی خوب، اولین کارش که خشت جنگ بود، این رو به خانواده شهدا عرض میکنم که بدانن به تحقیق که فرزندان اینا چرا کشته شد، چرا بیشتر از 500,000 نفر ما آدم علید در ایران داریم که کوچکترین عنایت این رژیم به حال اونا نداره، به جهتی که اونا دیگه به درد آخوندا نمیخورن. آدم زنده میخواد که بتونه شکنجه کنه، بتونه جاسوسی کنه، بتونه چاقو بکشه، اونا رو میخواد. آدم از کار افتاده میخواد چیکار کنه؟ آمد و هاستج گیری کرد. خب یک ملت بزرگی رو، بزرگترین قدرت جهان رو علیه ملت ایران عصبانی کرد. بعد صدام حسین تکتیتی پیدا شد، آدمی که فکر میکرد بعد از رفتن شاه ژاندارم کل منطقه میشه جای او رو میگیره. همه شرایط آماده بود، خمینی هم دامن میزد. جنگ شد. خب رفتن خانوادگی، شور انقلابی بود، از جان و دل بچه های ایران رفتن، این بچه های دلاور ایران زمین رفتن و با اون مدیریتی که در جنگ نبود، آقا ما نمی رویم جنگ که کشته بدیم، ما می رویم به جنگ که بکشیم. جنگ که در واقع چه بگم خدمت شما، من یه نقل قولی کردم از این جنرال معروف آمریکایی، گفت هیچ فلان فلان شده ای با کشته شدنش جنگ رو نبرده برای که برای مهنش کشته بشه. اون فلان فلان شده که خودشو به کشتن میده برای وطنش جنگ رو نمیبره، بلکه با کشتن فلان فلان شده از اون طرف که اون آمده برای مملکت خودشو به کشتن بده ممکنه جنگ رو ببره. این همه مخارج سنگین میشود که سرباز کشته نشه. روز بود که از ندانم کاری این آخوندها و این آدمایی که سپهبد شده بودن از هیچی، نمیدونم جاروکشی یهو میشد سپهبد. خب میگم حمله هجمه کنید، 20,000 تا کشته، 30,000 تا کشته. در محاصره بصره آقا آدمی جاری محاصره میکنه یه کاری بکنه، محاصره نشستن. تو تاریخ ها هست، میگه صدام تمرین کرد 3-4 ماه، تانکاش یک روز رون همه رو 30,000 نفر رو در یه روز نمیدونم 2 روز کشت. خیلی خب، حالا عده زیادی خانواده‌های بچه‌شون از دست دادن، با صداقت هم از دست دادن، با غیرت هم از دست دادن، در واقع اونا غیرتمندان بودن. حالا یه دم نادان بودن که میگفتن امام زمان شما رو میبره، اینا بماند. به هر صورت برای نگهداشت این مملکت بود. خیلی خوب، یه کسی میره وطنش، برای وطنش باید جنگ کنه، در واقع راستی این کشور از روزگار هخامنشیان شهید داده است تا این روزگار این آخوندها. این کشور بازمانده بزرگان از دلاوران است. چه مایه هزاران هزار در هر عصر و دوری دلاوران این سرزمین به خود کشتن دارن که این مملکت دومن دست آخوند بیفته. در چالدران به گفته 27 تا 28 هزار مرد دلاور با سلاح‌های قدیمی رفتن به جنگ یک امپراتوری که با 200,000 عرض میکنم سربازان ینیچری عثمانی و توپخانه ها و تفنگ های مدرن و اینا تا نفر آخر کشته شدن. چه شد خونه اون شهدا؟ شاه اسماعیل هم زخم برداشت، نزدیک بود دستگیر بشه، بیچاره عقب نشست آخر، و چند سال هم که زنده بود دچار افسردگی دیپرشن شد، اصلا از کار دولت دست کشید. شکست بزرگی برای مرد بزرگ بود. در همین جنگ قادسیه طبری میگه 100,000 از کفار کشته شد. کفار یعنی ایرانی ها. اینا همه شهدای این مملکت بودن مگه نبودن؟ بعد حالا اومدیم زمان آخوندها. اینا برای که اعوان و انصار تیم خودشون رو قوی بکنن، حالا من تو ایران شنیدم که یه عده دارن با هم صحبت میکنن، مثلا کنار خیابون دارن جوک میگن راجع به نمیدونم چی رهبر، حالا بچ یهو یه خانم رد میشه چاق شد، همه شروع میکنن راجع به تلفن دستی و حرفو بکنم. میگه چی بود؟ میگه این عمه پسرخاله شهیده. حالا کارش چیه؟ جاسوسی. این عمه خانم هر روز جاسوسی میکنه آقا. قوم خیشا و اینا همه این عرض میکنم که روزا جاسوسی میکنن، شبا هم شکنجه به خاطر اون شهید. مقصود شهید این بوده؟ ما این فاطمه خانم رو دیدیم 5 تا در شکسته و چه دلیل آقا؟
خب این عمه شهیده آقا جشن تولد گرفته بودن یه 6 ماه بعد از اون مرحوم. فاطمه خانم رفت درا رو خورد کرد، ویولونا رو خورد کرد، نمیدونم ساز و ضرب خورد کرد که نمیدونی من عمه شهیدم. یه شده یک چیزی، یه پرستیژ اجتماعی شده برای عمه. و عمه چه کاره شهید آخر؟ یا برادر شهید به چه ربطی به شهید داره؟ میگه که محمد شهید شد. برو ببین تو این فامیلش بی عقل آدم هست که بهره هوشیش دوروبر 40-50 تصدیقشیش هم نداره، بفرستیم دانشگاه. برای چی این کاره میکنن؟ این چاقوکیش اعوان انصار تیمشونه میخوان قوی بکنن. تمام در و دیوار مملکت شهید. آقا روسا 22 میلیون کشته در جنگ آلمان، ما ندیدیم یه خیابون. آقا جون مملکت رو که صاحب دارن یه میدون بزرگ میسازن. بعد یه جایی به نام در واقع به نام سرباز گمنام، یعنی اون مردان دلاور یا زنان دلیری که در راه حفظ صیانت اون مملکت و شرافت مردمش در میدانهای جنگ جان باختن، اونجا یادبودی براشون هست، در همه جا هم هست دیگه. در به در و کوچه های مردم رو که نمیان که شهید بکنن، که شهید حسنی، سعید حسینی، کوچه شهید حسنی، محمدیان، کوچه شهید جعفرقلی میرزا، فلانی حرفا. حالا اگه تو اون کوچه 4 تا دیگه شهید دادن، تکلیف چی هست؟ باید کوچه 4 تا کوچه جدید بسازی؟ شهید پروری میگن خودشون، میگن ما شهید پروری. خوشحال میشن اینا که عده کشته بشن. بعد شروع کنن به عمه و خاله گونی برنج بدن و نمیدونم نخود و لوبیا و اینا. هر موقع هم که رهبر میخواد صحبت کنه یا جمهوری اسلامی داره، تمام این جیره بگیرا که برای هر شهیدی شنیدم 10-12 نفر دیگه هم جیره میگیرن که اون مرحوم مثلا سال نمیدونم زمان جنگ سال دوم جنگ عراق کشته شد، حالا اونا خربزه میگیرن. برنج و لپه و نون و اینا، یه نامه میاد که حاضر شد، حاضر میشه دیگه، جیره خوری دیگه، عمل ظلم شده. به ازای هر شهید در ایران به طور متوسط که ما میکنم 10-12 نفر عمله ظلم درست شده. اون بیچاره رفته به خاطر این مملکت کشته شده یا علیل شده افتاده گوشه خونه، حالا عمله ظلم شده تو سر بقیه مردم بزنن. حرف نزن. خانواده شهید شده است که خانواده شهید یک کسی جیب یک کسی رو در سفر بریده، جرات نکرده چیزی بگه. در یک اتاق هتلی در مشهد خودش تعریف میکرد، میگه آقا این خانم ما رفتیم بیرون، کیف ما رو غارت کرد، هر چیز زنده موندیم بیخرجی در مشهد. اون چرا که آقا خانواده شهید بود، میرفت آجان میآورد. خانواده شهید تو رو خود فکرشو بکنی. به آدمایی که علیل هستن امروز هزاران هزار، ما اصلا خبری از اینا نداریم، هیچ کس از ما اینا نمیشناسیم. کور شده، پا نداره، دست نداره، دیپرسه، گوشه خونه افتاده، هیچ کس به اینا رسیدگی نمیکنه چون به درد نمیخورن. و عم خاله ها به درد میخورن، تو محل جاسوسی کنن. عم خانم میبینه که عباس آقا که همسایشونه همیشه 2 تا نون میگیره، حالا 6 تا نون گرفته، فوری زنگ میزنه. من عم خانم اصلا عمه شهید، بیام ببینین چه خبره، شاید این توی عده جمع شدن. شما رو نگاه کنید، شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ببینید، در تاریخ جهان همچین چیزی هست؟ اصلا در جهان مدرن و غیر مدرن همچین چیزی کسی سراغ داره؟ خب شهید شدن که پرستیج نمیاره برای بقیه که تو سر مردم بزنن جاسوسی کنن برای مردم. فضیلت از آن کسی است که در راه وطنش کشته شده. اگر زنی داره، بچه‌ای داره، باید بهشون رسیدگی بشه، اینجا هم همین کار میشه. ولی عمه و خاله و نمیدونم برادر و پسر برادر و اینا رو همه رو جمع کنی، نام نویسی کنی، بعد برنج و نمیدونم لپه بدی، بعد از اینا جاسوس و چاقوکش در بیاری، یکیشون کنی بسیج، یکیشون کنی پاسدار.
خب یه جای ساختن نمیدونم در کجا، در خوزستان کجاست، به نام روندگان نور، راهیان نور. خب اگر کسی راهی نور هست و با حسین در بهشت اونجا مشغول هست، در باغ بهشت قدم میزنه به خاطر شهادتش، این که دیگه به خوشی رسیده دیگه، این دیگه داستانی دیگه لپه نداره دیگه، جیره و لپه نداره قوم خیشاش. که به وجه الله هم که نگاه میکنه که رزقش هم پیش خدا داره میخوره دیگه، بابا جان مردات بده کار نیستن. هیچ کار ما در واقع در این روزگار پربرکت این جمهوری اسلامی از جاده انسانیت به دور افتادن، من جاده انسانیت رو بلد نبودن. الحمدلله دیدم برای اولین بار، ما بارها خدمت شما عرض کردیم که ما ندیدیم یه آخوند بیاد فتوا بده که بمبگذاری حرام. حالا چند تا ملای افغان گفتن آقا اینجا در ترکیه شده، علما جمع شدن و برای کمک به افغانستان ما فتوا میدهیم که در افغانستان بمب گذاشتن حرام. این اولین بار چهار تا آخوند، حالا دولت به اینا فشار آورده، نم چه کرد، چه بوده، چه معجزه شده بعد از این کشته شدن این همه آدم بیگناه تازه آخوندهای افغانستان فهمیدن که با تکیه بر نصوص مذهبی و شرعی ما نمیتوانیم بمب گذاری کنیم، این فعل حرامی است. و مطلب دیگر این که چرا آخونده نمیرن شهید بشن؟ چند تا بچه آخوند رفت شهید شد در این جنگ ها که بره با حسین در بهش قدم بزنه؟ اینا که تو لندن درس بخونن که، یا تو اروپا تو کانادا هستن که شهید شدن خوبه، چرا اینا بچه هاشون چرا خود آخونده نمیرن شهید شن؟ این مفخورا چون میدونن زندگی چیز خوبیست، میدونن همش خرافات این داستان. آخوند که نمیخواد بمیره که، آخوند دیری از همسال دایناسوران، اینا موضوع خودشون هستن. خب برگردیم به تعریف شهید. شهید کسی نیست که شمشیرش رو برمی‌داره میره دنبال حکومت میکشنش. شهید اون کسی است که برای یک پرنسیپ‌های انسانی به میدان میاد، علی رغم مخالفت‌ها و بیم جان دست نمی‌کشه و بعد حاضر است که جان را هم بدهد در راه انسان و انسانیت، نه در راه حکومت. شمشیر بکشی در راه حکومت 80 تا رو بکشی، خب 70 تا شما اونا می‌کشن شما شهید. اگه دقت کرده باشید علی رو، حضرت علی رو شهید نمیگن، یعنی قتل علی درست هم هست، درستش هم همینه. چون این بزرگوار در واقع تو میدون جنگ بود دائم آدم میکش به هر صورت، حالا کافر غیر کافر، عرب بودن، برادر بودن، هرچی بودن، مخالف بودن، میگه میکشتشون. دوتا هم رفاق خودش آمدن او رو مقتول کرد در مسجد، در مسجد، نه داخل مسجد. این دروغا رو بعد شیعیان در آوردن، در مسجد، در مسجد. نماز شروع نشده بود، داشت میگفت نماز نماز، یعنی بیان به نماز، بیان قتل علی. حضرت امام حسین هم نصیحت بهش کردن آقا نرو اون زن بچه رو نبر وسط را، اون فرزدق شاعر گوه امام نرو، آقا اینجا چه داستانی سیمی مش برای بچه جمع کردی؟ ولی حب جا و فریبی که خورده بود از این نامه هایی که دروغگویان کوفه برای افتاده بود اونجا، یه مش بچه داستانش خیلی غم انگیزه که از این عشقی ها میگوید تپلی آمده بود که نتوانسته بود این بند نعلنش رو ببنده، من 6 ساله اومده بود، یه شمشیر هم حسین دستش داده بود که بره به جنگ کنه، یعنی بچه 6 ساله 5 ساله بره جنگ چی رو بکنه آخه. یزید پرسید که چقدر طول کشید، یا ابن یزید بود، گفت به فاصله ای که ما اسبمون آب بدیم زدیم اینا رو کشتیم. بعدش شما یزید چون پسر اموهاش بودن توهین شده بود. خب با از سپر ممنونم اتاق فرمان، از شما هموطنان بزرگوار که توجه فرمودید و همزبانان گرامی در افغانستان، تاجیکستان، جای دیگه که میدانم که بعضی دوستان سخنان ما رو اونجا توجه میکنن، سپاسگزار هستم.
تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.